وقت رسیده به درس چهارم صنف ابتدایی نقاشی. های شما هیجان زده هستید؟ مانند آخرین بار درباره مینوها در جعبه ابزار یعنی تول باکس آشنا می شوید. درس قبلی در مورد تایپ تول یاد گرفتیم. امروز ما در مورد لاین تول و ریکتینگل یاد خواهیم گرفت و آنها ابزارهایی هستند برای رسم شکلها. در واقع بیشترین استفاده از ابزار در الستراتور، پن تول، ریکتینگل تول و تایپ تول هست. بسیار مهم است که مدام تمرین کنید این ابزارها را تا دستتان عادت کند با همه آن. در واقع این لاین تول همان عملکردهای پن تول را دارد. بنابراین نیاز به استفاده از آن را نداریم. اما به هر حال درباره آن یاد خواهیم گرفت. اگر روی آن کلیک کنید و انگشت خود را رها کنید این پنجره ظاهر می شود. بنابراین باید کلیک کنید و بکشید تا خط رسم شود. به خاطر که فیل کالر و استروک کالر انتخاب نشدن خط رنگ ندارد. در آن شرایط ما باید از استروک کالر استفاده کنیم. بیایید سیاه بسازیم. فعلا می توانید ببینید خط سیاه که کشیده شده درست است؟ این بار من قصد دارم یک خط مستقیم ایجاد کنم. خوب است هنگام کشیدن کلید شیفت را فشار دهید. درست است؟ میبینید؟ حالا بیایید یک خط عمودی مستقیم بکشیم. دوباره کلید شیفت را فشار دهید. در حالی که دکمه شیفت را فشار می دهید، کلیک کرده و بکشید. اما می توانیم همین کار را با پن تول انجام دهیم. نقطه اول را بسازید و در حالی که دکمه شیفت را فشار می دهید، نقطه دوم را هم بسازید. تا بتوانید یک خط مستقیم به دست آورید. درست است؟ برای خطوط عمودی نیز همین طور است. نقطه اول را مشخص کنید. سپس در حالی که کلید شیفت را فشار می دهید، نقطه بعدی را مشخص کنید. و به طور خودکار خط رسم می شود. مثل خطهای کچ، اولین نقطه را با پن تول و سپس نقطه دوم را بیان کنید. ما از این موارد بسیار استفاده نخواهیم کرد. بنابراین ما در اینجا متوقف میشیم. امروز میخواهم دکمه میانبر دیگری را به شما میآموزم. به خاطر که این دکمه میانبر بسیاری وقت مورد استفاده قرار میگیرد و به یاد نگه داشتن آن بسیار خوب است. کنترل ای است. اگر دکمه ای را فشار دهید، در حالی که دکمه کنترل زیر انگشتتان نگه داشته باشید، همه چیز انتخاب می شود. فعلا اگر دکمه دلیت را فشار دهید، می توانید براحتی آن را حذف کنید. بیایید دوباره آن را امتحان کنیم. با فشار دادن کنترل زید، مرحله را واگرد و یا از نو تکرار کنید. کنترل ای را انجام دهید، دوباره حذف کنید. چطور است؟ آیا آسان است؟ حال بیایید با ریکتینگل تول آشنا شویم. در ریکتینگل تول یک تیر کوچک نیز وجود دارد. به معنی این است که یک مینوی مخفی وجود دارد. با کلیک چپ و چند ثانیه نگه داشتن آن یک مینوی مخفی ظاهر می شود. در حال حاضر ما از اولین ریکتینگل تول برای رسم کردن استفاده خواهیم کرد. این ابزار اول برای رسم مستطیل ها، مربع ها و شکل های دیگر است که چهار راس دارد. برای دادن فرم به آن بکشید.
مثل همیشه اگر دکمه شیفت را فشار دهیم و بکشیم یک مربعی کامل می شود. این بار بیایید از شر استروک خلاص شویم و یک رنگ یعنی زرد روشن به فل کالر بزنیم. خب، بیایید گزینه دوم را در مینوی مخفی کلک کنیم. همان طوری که از آیکن می فهمید، این ابزار به ما اجازه می دهد مستطیل هایی که گوشه های گرد دارند رسم کنیم. بیایید امتحان کنیم. در پس زمینه آن را به اندازه مورد نظر خود بکشید. دوباره کلید شیفت را فشار دهید تا متناسب شود. اما یک چیز باید به خاطر داشته باشید، هنگام استفاده از ریکتینگل تول می توانید بکشید و ترسیم کنید. اما می توانید بر روی پس زمینه نیز دوباره کلیک کنید تا آن شکل به اندازه دقیق مورد نظر شما ایجاد شود. حالا دوباره ریکتینگل تول را انتخاب کردیم. اگر پنجره گزینه را مشاهده کنید می توانید عرض و ارتفاع را تنظیم کنیم. من 15 میلیمتر تایپ می کنم و انتر را فشار دهید یا اوکی را بزنید. با سلکشن تول روی شکلی که ما فیلن ایجاد کردیم کلک کنید. اگر مینوی اطلاعات را در سمت راست مشاهده کنید، می توانید عرض و ارتفاع را دقیقاً 15 میلیمتر ببینید. بنابراین اگر با دوبار کلک بر روی پس زمینه یک شکل درست کنیم و مقادیر دقیق را تنظیم کنیم، باید بتوانیم کار را دقیق تر انجام دهیم. درست است؟ این بار یک مستطیل رسم می کنیم که گوشه های آن گرد باشد. یک فایده یه راوند اند ریکتینگل تول این است که می توانیم هر قدر که بخواهیم گرد بسازیم گوشه هایش را. این 2 میلیمتر تنظیم شده است. بگذارید خوب بگوییم. گوشه ها 2 میلیمتر گرد می شوند. سپس بیایید پس زمینه را دوبار کلیک کنیم و مقدارش را کمی افزایش دهیم. بیایید 4 میلیمتر انجام دهیم. چطور به نظر می رسد؟ قطعا نرمتر به نظر می رسد. فکر نمی کنید؟ سپس بیایید یک مستطیل با همان تنظیمات رسم کنیم. فقط با استفاده از این ابزار می توانیم شکل زیبایی ایجاد کنیم. درست است؟ این ابزار مدام استفاده می شود. در مرحله بعدی بیایید از گزینه سیوم یعنی الیپس تول برای رسم کردن یک دایره استفاده کنیم. بیایید فقط بکشیم و رسم کنیم. با فشار دادن دکمه شیفت می توانیم یک دایره کامل ایجاد کنیم. درست است؟ اما روش دیگری برای رسم کردن یک دایره کامل وجود دارد و اون را هم با استفاده از یک خط کش. خب، دو راهنماها از خط کش ها بگیرید. آیا علامت ضرب را در وسط می‌بینید؟ بعضی وقتها باید از نقطه مرکزی دایره بکشیم. پس چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ یک دکمه میانبر برای آن وجود دارد.
این نیز خیلی مرتب استفاده می شود. بنابراین باید آن را از یاد کنیم. پس از دریافت دستورالعمل‌ها ابزار الیپس تول را انتخاب کنید. مکان ما را درست در وسط قرار دهید. سپس رنگش به سرخ تبدیل خواهد شد. Alt Shift را فشار داده و نگه دارید و با ماوس خود بکشید. خواهید دید که دایره از مرکز بزرگتر و کوچکتر می شود. نیز چندین بار با حرکت دادن ماوس خود تمرین کنید. به ویو بروید و خط راهنما را پنهان کنید. چطور بود؟ امیدوار هستم چگونه رسم کردن یک شکل را از وسط به یاد داشته باشید. چهارمین پولیگان توب است. این ابزار در ابتدا به صورت یک شش سولی تنظیم شده است. اوه، اما اگر فعلا آن را بکشم پنج سولی می شود. زیرا من قبلا یک پنج سولی رسم کردم. این ابزار برای ترسیم شکل با بیش از چهار راست استفاده می شود. اما اگر بخواهیم یک شش سولی، شش سولی یا هشت سولی ترسیم کنیم، چه می کنیم؟ و مثلث چطور؟ چگونه باید آن را ترسیم کنیم؟ باید داشته باشید که وقتی ابزار پولیگان را انتخاب می کنیم و روی پس زمینه دو بار کلیک می کنیم یک صندوق گفتگو ظاهر می شود. بیا این کار را انجام دهیم. صندوق گفتگو را می توانید ببینید؟ و می توانید اطرافش و تعداد لبه هایش را انتخاب کنیم. فعلا پنج تنظیم شده است. اما اجازه دهید آن را به شش تغییر دهیم. بعد اوکی را فشار دهید. می بینید شکل به شش زولی تغییر کرده است؟ تلاش خواهیم کرد رنگ این چند زولی ها را تغییر دهیم. یک پنج زولی و شش زولی. آیا باید دوباره دو بار کلیک کنیم تا این بار هفت زولی درست کنیم؟ چگونه به نظر می رسد؟ می توانیم یک هفت زولی رسم کنیم. خب، آیا با هم یک مثلث را امتحان کنیم؟ مثلث ها سه راست دارند. بنابراین سه قرار دهید. ما یک مثلث داریم. چطور به نظر می رسد؟ ما می توانیم از پن تول برای رسم کردن استفاده کنیم. همه هنگام رسم شکل ساده، استفاده رکتنگل تول بسیار آسان و سریع است. قبل از آخرین گزینه روی استار تول کلیک کنید. این به معنای واقعی کلمه یعنی ابزاری است برای رسم ستاره. وقتی روی پس زمینه دوبار کلیک می کنیم یک صندوق گفتگو ظاهر می شود. دوباره به ما اجازه می دهد تعداد راست ها را انتخاب کنیم. از آنجا که یک ستاره یادی پنج راست یعنی گوشه دارد. پس بیایید پنج را تایپ کنیم. ما یک ستاره با پنج راست داریم. همچنین می توانیم پس از انتخاب با سلکشن تول آن را بچرخانیم. من ستاره را چرخاندم تا این گونه شود. می توانید آن را ببینید؟ ما می توانیم برای ایجاد تغییرات بیشتر از سلکشن تول استفاده کنیم. بنابراین ما در مورد ساخت شکل‌های مختلف با استفاده از ریکتنگل تول یاد گرفته ایم. فعلا ما در مورد چگونگی ایجاد تغییر در این شکل‌ها یاد خواهیم گرفت.
خب، ما اشکال زیادی داریم. بیایید اندازه آنها را کوچک کنیم. با استفاده از سلکشن تول شکل اول را انتخاب کنید. سپس روی آن کلیک راست کنید. سپس یک مینوی ترانسفورم سیوم تا آخر را مشاهده خواهید کرد. در آنجا چندین گزینه برای تغییر شکل پیدا خواهید کرد. روی ریفلکت کلیک کنید. به ما اجازه می دهد چگونگی تغییر شکل را به صورت عمودی یا افقی انتخاب کنیم. می توانید یکی را انتخاب کنید و اجازه دهید پیش نمایش را بررسی کنیم. می بینید جهت تغییر کرده است؟ همچنین می توانیم زاویه را تنظیم کنیم. بگذارید 45 درجه بسازیم. ما می توانیم تغییرات ظریف ایجاد کنیم. وقتی روی کپی کلیک می کنیم باید در تنظیمات جدید کپی شود. اما فعلا کار نمی کند. بیایید دوباره آن را کپی کنیم. اکنون کپی شده است. شکل سر به پایین کپی شده. می توانیم با استفاده از دکمه های جهتدار کمی حرکت بدهیم. بنابراین ما قادر به ساختن این نوع اشکال هستیم. درست است؟ با کلیک راست گزینه های پنهان زیاد وجود دارد. به زودی درباره آنها اطلاعات بیشتر خواهیم یافت. فعلا روی شکل در کنار آن راست کلیک کنید. این بار گزینه روتیت را کلیک کنید. چه ابزار می تواند باشد؟ حق با شماست، شکل را می چرخاند. بیایید 45 درجه تایپ کنیم. وقتی پیش نمایش را بررسی می کنید می توانید جهت را عوض کنید. می بینید؟ بیایید این یکی را نیز کپی کنیم. شکل را خواهید دید که 45 درجه هست. بعد از قرار دادن مکان نما بر روی یک رسم می توانیم از سلکشن تول استفاده کنیم. نه از دایرکت سلکشن تول برای تبدیل شکل. اما اگر می خواهیم تغییرات جزئی ایجاد کنیم، بهتر از شکل را با استفاده از سلکشن تول انتخاب کرده و از مینوهای موجود در اینجا استفاده کنیم. برای تنظیم جزئیات بیشتر می توانید از گزینه اسکیل نیز استفاده کنید. با این حال سلکشن تول برای انتخاب، افزایش، کاهش و چرخش شکل استفاده می شود. من فکر می کنم مفیدترین روش ریفلکت است در ترانسفورم. به خاطر که می توانیم موقعیت آن را تغییر دهیم و شکل‌های منعکس شده بسازیم. بیشترین استفاده را از این عمل کرد فانکشن را داریم. بنابراین امروز ما یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از لاین تول و رکتینگل تول اشکال مختلف بسازیم. فعلا اگر چند چیز بیشتر بیاموزید،
می توانید کارهای ساده ای از خودتان بسازید. بسیار خوب است. اگر به خانه بروید و دکمه های میانبر و مینوهایی را که امروز آموخته ایم تمرین کنید. تشکر، به امید دیدار.